سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که امروز میتونم برای یک فال دیگه در خدمتتون باشم. فال امروز ما مربوط به این میشه که این شخص احساسی من وقتی به من فکر میکنه چه حسی داره، چه احساسی نسبت به من داره. امروز دو تا انتخاب داریم، فنجون سیاه و فنجون قرمز. بهترین راه انتخاب این هستش که سه تا نفس عمیق بکشیم و یکی از اینا رو انتخاب کنیم، هر کدومی که بیشتر با اون حرف میزنه. اصلا خودتون رو تحت استراب و استرس که حالا نمیدونم چی شد و این فنجون حالا به من نمیخوره و اینا نباشین. یکی رو انتخاب کنین. و اینکه بازم تکرار میکنم، این فالها فالهای عمومی هست و برای اینکه بخواین جواب خاص مخصوص خودتون داشته باشین، باید واقعا برین یک فال خصوصی با خیلی از افراد هستن که این کار رو انجام میدن. من در حال حاضر خودم این کار رو انجام نمیدم. خب پس من یک چند ثانیه به شما فرصت میدم و اینکه شماره یک فنجون سیاه و شماره دو فنجون قرمز. چند لحظه بهتون فرصت میدم تا اینکه انتخاب کنید. اگرم که احتیاج به وقت بیشتری دارین میتونین روی پوز بذارین، استوب بذارین ویدیو رو و نگاه کنین بعد از اینکه تونستین انتخابتون رو انجام بدین. خب انتخاب اول رو که فنجون سیاه هست، ببینیم چه انتخابی هست. میگه که زندگی احساسی شما بستگی به درجه بخششی داره که شما نسبت به اون طرف احساسیتون دارین. اگر اشتباهی کرده، اگر که کدورت پیش اومده، اگر اختلافی پیش اومده، اگر خیانتی شده، به هر حال اگر که میگه که همش بستگی به خودتون داره. اگر که ببخشید زندگی عاطفیتون شکل میگیره. من اول با یک تاروت از توی برای این فال من از دو تا یا سه تا تاروت استفاده میکنم و همچنین اوراکل. میخوام ببینم که افرادی که فنجون سیاه رو انتخاب کردن طرف احساسیشون وقتی بهشون فکر میکنه چه حسی داره. خورشید افتاده و اینکه هشت شمشیر. یعنی که چی؟ این شخص در گذشته شما واسهش عشق بودین، آرزو بودین، به هدف رسیدن بودین، موفقیت بودین، اگر خانم یا آقای بودین، پدر یا مادر بچه های آیندهش بودین. در حال حاضر این شخص احساس میکنه که به بن‌بست رسیده، نه راه پیش داره نه راه پس داره، در حالی که این مسئله صحت نداره. این فقط مسئله ذهنی هستش. وقتی نگاه کنیم میبینیم که این شخص میتونه خودشو رها کنه و از این درگیری ذهنی در بره، هم پشتش بازه هم جلو بازه و اینکه میتونه قشنگ دست و پای خودش رو از این بند آزاد کنه. پس این یک مسئله هستش که واقعا درگیری ذهنی خود اون شخص افتاده. خب حالا بریم جلوتر ببینیم که تاروت بهمون چی میگه. در حال حاضر اگر که شما خانم هستین دارین اینو نگاه میکنین، برای شما هستش. اگر که آقا هستین دارین این فالو نگاه میکنین، واسه طرف احساسیتون هستش که آدمی هستش که موقعیتش اجتماعی خوبی داره و همچنین شخصی هستش که به خودش در حال حاضر داره میرسه و اینکه زندگی به کامش هست. وقتی که به شما فکر میکنه، به این فکر میکنه که در حال حاضر که میتونست این چیزها رو با شما تقسیم کنه، اون حالتی که داره، اون موقعیتی رو که داره میتونست با شما تقسیم کنه. خب
برای چی الان شما در این موقعیت قرار دارین؟ چون این شخص بارش زیاد بوده، یعنی اینکه یا اینکه افسردگی گرفته یا اینکه واقعا شخصی بوده که درگیری های توی زندگیش زیاد بوده، یعنی جوری که کمرش رو خم کرده بوده، مقصدایی رو داشته این راه رو میرفته و اینکه زمانی که اختلافی ممکنه بین شما به وجود اومده باشه این شخص یک هدفی داشته یا اینکه واقعا شارژش بالا بوده و اینکه نمیتونسته همه چیز رو با هم دیگه هندل کنه. در آینده دارم میبینم که این شخص وقتی که به شما فکر میکنه یک حالت شک و تردید داره، یا اینکه سعی میکنه که این شک و تردیدش رو از بین ببره، ولی این شک و تردید و ترس براش افتاده. خب پس به صورت خلاصه این شخص اینقدر که وقتی که به شما فکر میکنه، یعنی اینکه حالش بد میشه و از اینکه شاید موقعی اتفاقاتی بین شما افتاده بوده که این شخص واقعا درگیری های مختلفی هم داشته و ممکنه اینکه شما درگیری که با شما داشته یا اختلافی حتما تقصیر اون شخص یا تقصیر شما نیستش، ولی خب زندگی اینجوری هستش، شما شده بودین مثلا مزید بر علت. میبینم که این پشت حالا واسش درگیری فکری افتاده، واقعا نمیدونه چه کار کنه، نمیدونه چپ بره راست بره، انگار دو تا شمشیر برداشته و میخواد گردن خودشو بزنه، اینقدر در مورد شما درگیری ذهنی داره. حالا من این مسئله رو میتونم بگم حتی انرژی های منفی که توی زندگی ممکنه باشه، حالا این انرژی منفی میتونه نفرین هم باشه، خب من خیلی اعتقاد ندارم، میتونه دعا جادو باشه، ولی جوری هستش که این شخص درگیری ذهنیش تا حدی هستش که نمیدونه چه کار کنه، یعنی واقعا میگم فلان دیگه پاره پاره شده و به این حد رسیده. خب حالا من با یه تاروت دیگه ادامه میدم، میخوام ببینم که دو مرتبه تاروت بعدی، دست بعدی یه تاروت بعدی. زوج الهی افتاده براتون. حالا من اینو تا بر نزدم نگاش نمی کنم. خب ببینیم که افرادی که فنجون سیاه رو انتخاب کردن شخص احساسشون چه فکری در موردشون میکنه. ببینید این شخص دوست داره به طرفتون برگرده و ازش خبردار خواهین شد. مثل این میمونه که یک رابطه ای که تموم شده باشه و یک رابطه دیگه ای داره شروع میشه. حالا این ممکنه هستش که یک شخص احساسی جدید باشه. حالا من چون برای شخص احساسی خودتون دارین میگیم، برای اون شخص میگم. یعنی که ممکنه که برای شما یا برای اون شخص قبل و بعد از این ماجرا یه چیز کاملا متفاوت باشه. یک زندگی کاملا متفاوت باشه. خب در حال حاضر این شخص داره با خودش آماری میگیره، داره چیکار میکنه، حلاجی میکنه، آیا من برم نرم، چه اتفاقاتی افتاده، چه جور خواهد شد بین ما. بنابراین داره فعلا پیش خودش حساب کتاباشو میکنه. بذاریم ببینیم چه کار میکنه با حساب کتاباشو. خیلی حالش بد بوده این شخص وقتی که شاید الان شما با همدیگه در ارتباط نباشین یا اینکه ارتباطتون خیلی کم باشه، این شخص مثل کسی میمونه که در عزا باشه یا شخصی رو از دست داده باشه یا همین مسائل اختلافاتی که بین شما و اون شخص هستش، واقعا مثل شخصی که چجوری بگم پشیمون باشه، عزادار باشه، شاید هم واقعا به صورت واقعی کسی رو از دست داده توی زندگیش. دارم میبینم خونش خراب شده این شخص، یک مسئله اتفاق افتاده تو زندگیش، ممکنه با این کارتی که من دیدم ممکنه این شخص کسی رو از دست داده باشه و در آینده دارم میبینم در مورد شما دو مرتبه اون عشق برمیگرده، اون روشنایی، اون خورشید، اون موفقیت داره برمیگرده و اینکه زندگی واقعا محکمی رو دارم براتون میبینم، زندگی که همونجوری که دوست داریم به قول معروف زن و شوهر و بچه‌هاشون و پدر بزرگ و مادر بزرگشون و سگشون به قول اینجایی همه با هم دیگه. خب حالا
من میخوام ببینم که با اوراکل با آینه بینی براتون میبینم. خب یا آینه بینی به افرادی که فنجونه شما سیار انتخاب کردم، بگین طرف احساسشون چه احساسی نسبتشون داره و اینکه چه آیندهی برشون هست با این شخص احساسشون. ببینین این شخص خودش افتاده و اینکه مشکلات خانوادگی، مثل که کسایی هستن که دور و برش یا اونا هستن که مانع اومدن بین شما، درست شدن بین شما هستن، یا اینکه مشکلاتی رو در ارتباط با خانواده ای باید حل کنه. این شما افتادین قطب مؤنث بودین. حالا قطب مؤنث من یک توضیح بدم، حتما نباید که خانم باشه. همه ما انسان ها درون ما قطب مؤنث هست و قطب مذکر هستش. اگر شما خانمین دارین برای یا آقای نگاه میکنین، بنابراین شما خودتون هستین. اگر آقایی هستین دارین برای خانمی نگاه میکنین، اون خانم مورد نظرتون هستش. اگر که زوجهای همجنسگرا هستین، خانمی هستش داره برای خانم نگاه میکنه، بنابراین اون شخصی هستش که زنانگی بیشتری داره، مؤنثی، قطب مؤنث در این شخص پرورش یافته، یا همچنین برای آقایون اگر برای آقایون نگاه میکنن به همین صورت. بعد اون کارت تأخیر افتاده، خانمی که حالا بعدا من اینا رو میچینم این کارت رو برای براتون میگم. سه تا کارت افتاد، من سه تا کارت رو نگه میدارم. مسئله هستش که شما رو خیلی ذهن شما رو درگیر کرده. پشت کارت ها دارم میبینم که یعنی اینکه خواب ممکن از شما گرفته باشه، یا مسئله هستش که یا شما خیلی ازش میترسین یا خیلی دوست دارین چه کار بشه، چه اتفاق بیفته. خب خانمی هستش که این خانم توی زندگیش تأخیر افتاده و به خاطر این مسائلی که منتظرش بوده که این مسائل بیان به سمتش و اینکه نیومدن، بنابراین چیکار کرده؟ اومده واسه خودش یک زرهی درست کرده و داره از خودش شکار میکنه، از خودش داره محافظت میکنه، از قلب دور قلبش حساری کشیده و اینکه میترسه که دو مرتبه زخمی بشه، دو مرتبه حالش بد بشه. دارم میبینم که یک دوری بوده ولی این دوری حالا داره تبدیل میشه به چی؟ به وصل. یعنی که چون تو این مسئله عشق زیادی وجود داره، در حال حاضر این وصل در حال نطفه هستش. حتی ممکنه که خود شما هم از این موضوع اطلاعی نداشته باشین و داره این مسئله براتون اتفاق میفته. خط دوم داره برام تغییر و تحولات مختلفی رو داره براتون میگه. این تغییر و تحولات داره چی میشه؟ داره تأکید میکنه که این تغییر و تحولات میاد و خونه درونی شما رو چیکار میکنه؟ تغییر و تحول میده. اونم در چه موردی؟ در مورد مسئله رو که شما به شما خیلی فشار وارد شده، خیلی به شما تهمت و افترا شده، یا اینکه دهس و دعوای زیادی توش بوده. خب جور دیگه که بخوام بخونم این کار به این صورت هستش، داره تاکید میکنه اون مسئله ای، اون تغییر و تحولی که شما دنبالش هستین در حال حاضر ممکنه که تاخیر پیدا کرده باشه و داره میگه که اگر شما این قطار الان رو نگیرین، قطار بعدی رو میگیرین. به قول معروف دور و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
انگاری شما دارین خودتون رو از یک مسئله درونی دارین چیکار میکنین، یعنی ممکنه حتی از خودتون رو دارین محافظت میکنین، یا از افرادی که درون خونتون هستن چیکار کردین، یک حصاری دور خودتون کشیدین. خب و اینکه داره میگه که در مورد مسائل احساسی شما مشکلات زیاد بوده، باهاتون بحث زیاد شده، تهمت زیاد خورده بهشون، ولی همه این چیزا چی شده؟ داره تبدیل به صلح و آشتی میشه. خیلی خوشحالم از اینکه این کارت ها خیلی خوب و قشنگ و واضح دارن جوابمون رو میدن. خب حالا من یک چند تا کارت دیگرم بزنم میکشم. فعلا که نه. ببین براتون وصل، باز هم وصل افتاده، گشایش افتاده، ثروت افتاده. خب میگه شما به خاطر اینکه کسایی که تو رو برتون بودن، به قول معروف دشمنانی، افرادی که بهتون خیلی حسادت کردن، باعث شدن که شما خودتون رو چکار کنین، برین و به تنهایی به سر ببرین، یعنی در دنیا رو خودتون ببندین، به توی خودتون، به درون خودتون فرو ببرین. شخص خیلی خیلی باهوشی هستین، آدمی هستین که میتونه به هر حال به هر جوری از پس ماجراها بر بیاد. میگه که مواظب بحث باشین، مواظب دعواها باشین، مواظب این باشین که این مسئله بیشتر و بیشتر به قول معروف عمق نگیره. براتون خوشحالی افتاده، لذت بردن افتاده، پول افتاده، ثروت افتاده. این ثروت میتونه ثروت معنوی باشه، خوشحالی زیاد باشه، خوشبختی باشه، تنها مادی نیستش. خب داره میگه که اون ممکنه که حالا داره میگه که تذکر میده به شما که مواظب بحث و جدال ها باشه، با اینکه یه گرایش خیلی زیادی بین شما وجود داره، ولی ممکنه که این گرایش به خاطر بحث و دعواهایی چیکار بشه، تبدیل به تصادف بشه، این خرابی به وجود بیاد. پس خیلی مواظب این مسائل باشین واسه خودتون. خب دوستان ببینم که یک کارت براتون بکشم، کارت به قول معروف توصیه، کارت جادوگران به ما چه توصیه میکنه، جادوگران به ما چه توصیه میکنه. یه کارت رو هم بدیم. خب میگه که خب پشت کارت داره بهتون میگه که شما اون به قول معروف اشکهای ناراحتی رو پاک میکنین و اشکهای شادی جایگزینتون میشه. میگه اون آتیشه که در درون شما هستش، اون عشقی که در درون شما هستش، باعث میشه که شما چیکار کنین، از این به قول معروف مخمصه در بیاین، از این حالتهای بدی که دارین در بیاین. و اینکه میگه اعتقاد داشته باشین، ایمان داشته باشین به اون صدای درونیتون، به اون آتش درونیتون ایمان و اعتقاد داشته باشین. همیشه اینکه آدم وقتی یه چیزی رو باور کنه بهتر میتونه تحمل کنه تا اینکه بخواد با ناباوری جلو بره. البته اینکه آدم امید واهی هم داشته باشه همچنان توی زندگیش واسهش کمک نیست. واقع بین باشیم، مسائل همونجور که هستش به خوبی و خوشی باهاش کنار بیاد. خب دوستان پس این بود فال گروه اول. حالا میریم ببینیم که گروه دوم
که فنجون قرمز رو انتخاب کرده بودن فالشون بهشون چی میگه. من کارتا رو جمع کنم. همجور که دیدین من تازه این کانال رو درست کردم، بنابراین خیلی از چیزای یوتیوب رو نمیشناسم، باید کم 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 یاد بگیرم. افرادی که فنجون قرمز رو انتخاب کردن داره بهتون میگه که فکر مثبت باعث میشه که اون چیزی که دلتون میخواد توی زندگیتون براتون بیاره. مثبت باشین تا زندگیتون مثبت باشه. پس این افراد در واقع دعوت به این هستن که مثبت اندیشی کنن. عینکمون رو عوض کنیم، از عینک دوری در بیاریم. خب افرادی که این فنجون قرمز رو انتخاب کردن، من ببینم حالشون، طرف احساسیشون وقتی بهشون فکر کنم چه احساسی داره. این شخص حالش خیلی بده وقتی به شما فکر میکنه، انگاری در عذاست. خیلی جالبه توی اون تیراژ اولم و همیشه در من. این شخص خیلی به تعهد با شما داره فکر میکنه، تعهد، ازدواج، و الان در حال حاضر حالش خیلی بد هستش، یا حال شما خودتون هستش، برای که ممکنه که یه وقتایی وقتی من در مورد اون شخص مقابل شما صحبت میکنم ممکنه که حال خودتون باشه، این رو هم باید دقت داشته باشه. خب در حال حاضر این شخص دوست داره وقتی شما فکر میکنه موفقیت، پیشرفت کنه، با شما جلو بره. در گذشته شما امید و آرزوش بودین. شما به قول معروف ستارهش بودین. شما کسی بودین که سعی میکرده با شما یک پروژه داشته باشه. یعنی اینکه بذرش رو کاشته بوده و منتظر این بوده که این به قول معروف سر بزنه، رشد کنه و اینکه جوونه بده. نمیدونیم که در آینده چه حسی بسپرده باشه. خب در آینده میخواد یک مسئله رو با شما رسمی کنه. خب این مسئله رو میخواد رسمی کنه، ولی انگار که شخص سومی در این میون هستش، خانمی هستش، انرژی، نمیگم خانم، انرژی مؤنثی هستش این میون. دوست میتونه باشه، خواهر میتونه باشه، مادر میتونه باشه، اکس یک طرف میتونه باشه. این شخص چیکار میکنه که اونجا نشسته؟ ممکنه که یه مقدار به قولن باعث مانع شدن مسدودیت بشه. حالا مسدودیت هم این نیستش، یعنی که این شخص به شما خیلی وابسته است، شما به همدیگه وابسته هستیم. اون شخص شاید داره یه کاری میکنه که دیدش روی ماجراها عوض بشه. همجور که میتونیم، این شخص نمیتونه همیشه به قول معروف معلق باقی بمونه، به هر حال یک روزی از اون چیز، از این حالت در میاد. ولی خب حالا ببینیم که تاروت بعدش میگه. البته میگه که این شخص کسی هستش که کاملا کیمیاگر زندگی خودش هستش. این قدرت رو داره که مسائل رو بتونه هم به نحوی که خودش دلش میخواد چکار کنه، عوض کنه. خب ببینیم که تاروت بعدی بهمون چی میگه.
بزنه. بله، در حال حاضر این شخص احساس بدبختی میکنه، احساس طرد شدن میکنه، احساس میکنه جز دست به دعا بلند شدن یه کار دیگه براش باقی نمونده. چرا همچون احساس میکنه؟ بله، این شخص در حال حاضر داره جوری رفتار میکنه مثل یک آدمی که ماست داره، یا آدمی که باش بین شما و خودش داره فاصله میذاره، با اینکه کارت بالا داشت میگه مثلا داره جلو میره. در حال حاضر یک شخصی هستش که یک سری از واقعیت‌ها رو، من نمیگم دروغ میگه، ولی یک سری از مسائل داره با شما چه کار میکنه، از شما قایم میکنه. ازش خبردار خواهید شد. یه مسئله داره به صورت یک مکالمه داره به صورت سری و سر به سمتتون میاد. بعد در آینده این شخص میترسه که چیزی رو رها کنه. از اون راحتی که داره. حالا نمیدونم میترسه از تغییر تحولات، میترسه چون براش تغییر تحولات مثل مرگ افتاده این طرف. داره با خودش حساب دو تا چهار تا شد میکنه، میگه که چه کار کنم، برم نرم، اگر برم اینو از دست میدم، اگر برم اونو از دست میدم، چه کار کنم. خب حالا من باز امروز رفتم با آینه، پس بنابراین با آینه هم ادامه خواهم داد. میریم ببینیم آینه دیگه داریم. شخص چه حسی نسبت به افرادی که فنجون قرمز انتخاب کردن داره؟ ببینم، میگه که خیلی وقته که این شخص ممکنه از نظر خانوادگی یعنی یک احساس گناهی دارن، با بهش احساس بدی دارن میدن. کسایی هستن که باهاش یا روابط دراز مدت دارن، یا اینکه افرادی هستن که توی فامیلش هستن. خب بازم که میبینم که بازم همون کسایی که دارم بهش گیر میدم، باز تأخیر افتاد. روی تأخیر براتون معجزه افتاده. مسئله که روش تأخیر افتاده بوده داشته که نتونستیم به موقع یک کار سر وقت یک کار مسئله انجام بشه و ممکنه حتی باعث دوری شده باشه، مثلا روش معجزه افتاده. نه، این خیلی هست، خیلی هست، خیلی هست، نقد نمیخوام. گشایش افتاده، یعنی وقتی که گشایش براتون افتاده میگه که دست خودتون هستش. حالا اینو میخواییم در رو باز کنین یا اینکه این در رو میخواییم ببندین. شما هستین که به قول معروف کاپیتان زندگیتون هستین. نمیرم که این برگشته برای شما سر چند راهی به قول معروف زندگیتون هستین، سر چهار راه زندگیتون هستین و باید یک انتخاب را انجام بدین. و این انتخاب از اون جایی که قبلش این گشایش افتادن، یعنی که شما رو به سمت اون چیزی که دلتون میخواد داره میبره. نمیدونین چه کار کنین، یا یعنی که این تأخیر باعث شده که نفهمون چه راهی رو در نظر بگیم. بازم این تأخیر چی میشه؟ تأکید میکنه که بله، تأخیری وجود داشته توی این ماجرا. به قول معروف هر چی اتفاق میفته یه حکمتی توش هست. برای من خیلی جالبه دو تا کارت های دقیقاً که اون اشخاصی که شماره یک رو انتخاب کرده بودن افتاده. خب میگه که شما یک معجزه دارین، اون مسئله، اون چیزی که رو که فکرش میکنین، یا یعنی اینکه منتظر یک تصمیم دادگاهی هستین و ذهن شما رو خیلی مشغول کرده که با که روش معجزه افتاده، یا یعنی اینکه به اون چیزی که فکرش میکنین خوابش رو میبینه، رویاتون هستش، دارین میرسین. لطفا
کنی. دو تا کارت دیگه به من بده. مسئله بوده که سختی زیاد بوده، درگیری توش زیاد بوده، حالتون رو بد کرده. مثل کسی میمونه که در حال اوج گرفتن بالا پرش از هم بپاشه و سقوط کنه. یه همچون حالتی بوده. ولی تغییر تحول دارم براتون میگم. تغییر تحولی که شما رو از این چنگانگی در میاره. این مسئله حتی روی سلامتی شما ممکنه تأثیر گذاشته باشه. پس بنابراین هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست. توی زندگی دو تا چیز مهم هستن. احساسات و سلامتی. دو تا رو آدم اگر نداشته باشه یکی به درد نه. به درد هیچ نمیخوره. خب به هر حال سلامت باشیم احساسی مون رو درست میتونیم بکنیم. ولی اگر سلامت نباشه مسئله احساسی مون هم چیکی میشه؟ خراب میشه. میگه تو شما حتی کمک الهی داریم. خب من اینو بر بزنم. ببینیم. احتیاج به استراحت بتونم افتاده. میگه که شما این گاری که یک مسئله واسهتون خراب شده باشه، خوبی خرابی این هستش که روش میتونیم بسازیم. اوکی. من یارو میشنم بعد باست رو میخونم. لطف کنیم یکی رو دوستان. اینجا بداره بهتون میگه که شما بین شما گرایش جذابیت زیادی وجود داره، ولی بینتون ببینیم مثل خروس جنگی بینتون ممکنه که به هر حال یه سری مسائلی باشه، بحث هایی باشه که این بحث ها باعث شده که حال شما رو بد کنه. خب شما فکر میکنین که دیگه به اون به قول معروف به نقطه پایان رسیدین. میگه بینتون هنوز جذابیت وجود داره، یه مسائلی رو شما متوجه میشین که تا حالا نمیدونستین و اونم به خاطر چی هستش؟ به خاطر درایت خودمون هستش. مسائلی هستش که از شما پنهون شده، نه که پنهون شده به خاطر اینکه نمیخواستیم دروغ بگیم، شاید به خاطر این بوده که خب همه چیز آدم نمیگه، خب اینو نباید میگفته، یا اینکه شما بعد متوجه میشین روی این مسائل. براتون استراحت افتاده بعد از یک مدتی که شما خیلی جنگ زیادی رو داشتیم و اینکه موفقیت افتاده چوری که خودتون بعد از یک مدتی که ممکنه که احتیاج به استراحت داشته باشین متوجه این میشین که به هر حال تونستین به اون چیزی که بخواین برسین. ذهن آدم وقتی که آدم بهتر استراحت کنه ذهنش بهتر کار میکنه. میگه این استراحت شما در کنار فامیلتون هست یا در کنار افرادی که تو شما دوستشون دارین. ببینین براتون احساس خیلی خوبی افتاده، یعنی که در کنار افرادی که مثل فامیلتون هستن یا اینکه که فامیلتون هستن، خانوادتون هستن، افراد نزدیک، براتون چی افتاده؟ زیبایی افتاده. خب این از این خوشحالم که تونستم امروز میخوام ببینم که جادوگرها بهمون چه توصیه میکنن، برای افرادی که فنجون قرمز انتخاب کردن چه توصیه دارن. اپ نه صدا خیلی گرده. یه دونه میخوام لطف کنیم یه دونه به من بگیم. با انگاری که میخواد سه تا بده، چهار تا بده واسه شما. خب منم سه تا چهار تا رو میگیرم دیگه. میگه که شکرگزار اون چیزهایی رو که تو زندگی دارین باش. شکر کنین، شکرگزاری باعث میشه که نعمت شما افزون بشه. عشق و احساساتتون رو بپذیرین. با خودتون نجنگین که نمیتونین چیزی رو بپذیرین. احساساتتون رو همون جوری که هستش بپذیرین. نمیتونیم خودمون رو سرزنش کنیم به خاطر اون حسی رو که داریم نسبت به شخصی. خب
خودتون میگه که رها کن. رهایی برای شما اینجا دو بار افتاده. همونجوری که گفتم اینجا واسه شما استراحت افتاده، بازم استراحت افتاده. میگه خب مسائل رو رها کنین، بذارین کائنات دنیا خودش مثل یک چوبی که روی آب هستش ببینه شما رو کجا میبره. همچین به همه چیز گیر ندیم. خب دوستان، بنابراین به آخر فال امروز رسیدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خوب و خوش و سلامت باشین. من شما رو میبوسم و بهتون میگم تا فال آینده که ممکنه فردا باشه. قربان شما، خدا حافظ همگی.